به نام خداوند مهربان. سلام، خوش آمدید میگیم شما بیننده های عزیز را و یک از برنامه های دیگری رنگ قلم که با من نیلم رحیمی و صالح جان اسدی متعلم صف ششم و شجاع جان متعلم صف هفتم و سلام پرمهر برای هر دوی مهمان امروزی. صالح جان سلام، بسیار خوش آمدید به برنامه امروزی. سلامتان برای بینندگان از طرف خود شما باشد. بسیار تشکر نیلم جان عزیز، سلام به خودت و شجاع حسین و یک سلام دیگر به بیننده های عزیز. امید که یک روز خوب خوش را آغاز کرده باشید. شجاع جان سلام، و برای سلام شما هم بینندگان بی‌صبرانه منتظر است. سلام بر بیننده های عزیز برنامه رنگ قلم و یک سلام بر مجری برنامه و صالح جان. خب، برای برنامه امروزی چی هدیه آوردین؟ صالح جان از خودت شروع میکنیم. ما یکی از شعرهای سخی ظفری را آوردم. خب چی باعث شد که این شعر برای از ما بری؟ ما این شعر در پیج فیسبوک خودی سخی ظفری دیدم و خیلی خوش ممادک و خواستم این را با دوستا شریک سازم. دوستان عزیز، سخی ظفری در برنامه های قبلی هم شعرهایش خوانده شده و نمیخوام که بسیار زیاد معرفی کنم و من فقط منتظر هستم که صالح جان کدام شعرش را آورده. پنبه در گوش تو کرده که کرت بگذارد، گل و گلزار فقط در نظرت بگذارد. زندگی در پی تحقیرت اگر نیست چرا؟ وزنه واهمه بر بال و پرت بگذارد. نرم دیده است که می کاود عمیق این سوزن تا که فواره خون در جگرت بگذارد. قاصدک روشنی چشم نیاورده به تو، آمده خط و نشان پشت درت بگذارد. خانه ای نیست، خانه ای نیست، کسی کاش به یاد خانه چند سنگی سر هم دور و برت بگذارد. ای بلندای فرو ریخته خود را بپذیر، ای بلندای فرو ریخته خود را بپذیر، تا به کی خاطره ها سر به سرت بگذارد، تا به کی خاطره ها سر به سرت بگذارد. سپاس. خب بیننده های عزیز، شما هم شاید متوجه شده باشید که صالح جان شعر را مستقیم شروع کرد و عنوانش را نگرفت و شعر بسیار پر احساس و زیبا بود، اما صالح جان عنوان این شعر چیست؟ من نمیدانم، به خاطر که من تحقیق کردم ولی پیدا نتونستم. هیچ شعری نیست که به غیر عنوان باشد؟ آه درست است، ولی من نتونستم پیدا کنم. اما دلیل خوبی نیست، ولی عنوانش را اگر شما دوستان میدانین در کامنت بگذارید در اشتراک. و شجاع جان خودت چی آوردی برای امروز؟ امروز هدیه ای که من برای برنامه امروز در نظر گرفتم قرار است که یک حکایت باشد، یک حکایت بسیار پنداموز که درباره شانس کب میزنه. و ما چند روز پیش در یک ویدیوی دیده بودم و خیلی خوشم آمد، گفتم همراه با دوستان هم شریک سازم. خب شجاع جان، این حکایت از کی است و اگر معلومات داریم برای بینندگان بفرمایید. خب به نظر از ما حکایت نویسنده ای نمیخوای، اما به نظرم که این حکایت اصلا نویسنده نداشته و این نقل شده. شجاع جان، هیچ امکان نداره حکایت ها نویسنده نداشته باشه. اگر نویسنده نداشته باشه، خب حتما از گفتگوها گرفته شده و از اثرهای قدمی. بله، امام قدسی موافق هستم که حکایت ها بعضیش نویسنده داره اما بعضیش نداره. اما تا جایی که من خبر هستم این حکایت کسته نویسنده نداشته و همینطور سینه به سینه از قدیما نقل شده و ما یک کسته دیگه ویدیو دیدم و قصص بارش تحقیقم نکردم. بریم به طرف حکایت شان، شاید یکی از بیننده های عزیز نویسنده حکایت را خبر باشه. خب به نام خدا. از کجا آمدم؟ روزی روزگارانی پیرمردی در روستای زندگی میکرد. پیرمرد اسبی داشت. روزی اسب پیرمرد فرار کرد. مردم گفتند چقدر بدشانسی. پیرمرد گفت از کجا معلوم؟ روز دیگر اسب پیرمرد با چند اسب وحشی برگشت. مردم گفتند چقدر خوششانسی. پیرمرد گفت از کجا معلوم؟
فردای آن روز پسر پیرمرد از روی یکی از اسبها افتاد و پایش شکست. مردم گفتند چقدر بدشانسی. پیرمرد گفت از کجا معلوم؟ روز دیگر سربازان از شهر آمدند و همه جوانان روستا را به جنگ بردند، غیر از پسر پیرمرد که پایش شکسته بود. مردم گفتند چقدر خوششانسی. پیرمرد گفت از کجا معلوم؟ نتیجه: شاید بدشانسی های امروزتان مقدمه خوششانسی های فردایتان باشد. از کجا معلوم؟ بسیار زیبا و حکایت پندامیز بود و امیدوارم که یک از بیننده های عزیز نویسنده این حکایت را خبر باشد. و صالح جان، این شعر که خواندی به نظرت رنگ قلم شاعر چی رنگ است؟ به نظر من در این شعر رنگ قلم شاعر سیاه است، به خاطر که یک شعر انتقادی بود و شاعرم درباره اوضاع اجتماعی در این شعر گفته بود. بسیار منطقی. شاعر جان، از خودت چی؟ این حکایت را که خواندی بیشتر با کدام رنگ مشابهت داشت؟ به نظر من نتیجه که حکایتی که من خواندم بیشتر به رنگ سبز است، چون حکایت درباره شانس گپ میزنه و رنگ سبز هم نشان دهنده شانس است. بسیار عالی. و باز هم تشکر از شما که در این برنامه شرکت کردیم و بینندگان عزیز، از شما هم یک جهان تشکر که تا آخرین دقایق برنامه ما را همراه بودین. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدارتون.